خانم و آقایان، همیهنان گرامی، بینندگان و شنوندگان ارجمند، به همه شما درود میفرستم. من حسین فرجی هستم و برنامه ایران آزاد رو حضورتون تقدیم میکنم. کمدی بررسی سوابق وزرا در مجلس به اصطلاح شورای اسلامی، همیهنان گرامی، یکی دو روزیه که آغاز شده. تعدادی از روزنامه های ایران نوشتن که بعضی از وزرا مراتب نفرت خودشون رو از وقایع سال 88 اعلام کردن و اعتقاد دارن که اون یه فتنه بزرگی بود که باعث خسارات زیادی به مملکت شد. بعضی روزنامه ها نوشتن که اصولا کسانی که در دولت آقای حسن روحانی در کابینه عضویت پیدا کردن، بسیار از نظر خط و مش از اصلاح طلبان بدورن و اصولا در زمان فتنه نه تنها همکاری با اونا نداشتن، بلکه نظرات مقام معظم رهبری رو، یعنی آقای معظم رو، پذیرفتن و اعتقاد داشتن که اصلا نباید اون وقایع اتفاق میافتاد. بعضی روزنامه های دیگر نوشتن که در کمیسیون های تخصصی وزرا دقیقاً برنامه‌های خودشون اعلام کردن و نسبت به تک تک کسانی که رهبری جریانات فتنه رو در دست داشتن موضع‌گیری کردن. برای یه آدمی که بی‌طرفانه، همیهنان گرامی، شاهد این وقایع در جمهوری اسلامی هست، ما میبینیم روز به روز این آقای معظم بیشتر و بیشتر در مسائل مملکتی دخالت میکنه و این آدمای حقیری که در این دولت‌ها، در مجلس خبرگان، در بین نمایندگان رهبری در ارگان‌های مختلف مملکتی هستن، حقارت بیشتر خودشون رو نشون میدن و مجیزگویی بیشتری میکنن و اگرم طرف مربوطه آقای معظم بعضی وقتا کوتاه میاد، اینا سعی میکنن با باد کردن آقای معظم او رو بیشتر و بیشتر وادار کنن که در کارها دخالت بکنه. آقای روحانی آقای ظریف رو که در بین این وزرای خارجه زبانی بلده، انگلیسی بلده، چون اون آقای منوچهر متکی که اصلا به کلی خالی از ذهن بود، زبان خارجی نمیدونست، آقای صالحی زبان عربی میدونه فقط، اونم برای این که در نجف متولد شده، و خیلی دیگه از وزرای خارجه به جز دکتر ولایتی که اونم در آمریکا درس خونده بود اصلا اصولا زبان نمیدونستن. رؤسای جمهوری که به جز میگن این آقای حسن روحانی که در انگلیس دکتراشو گرفته و هنوز تا به حالم موقعیتی پیش نیامده که ایشون به انگلیسی صحبت کرده باشه، اصولا زبان نمیدونستن. آقای خاتمی مقدار کمی زبان آلمانی، خیلی کم میدونست. رفسنجانی که اصلا زبان نمیدونست. خود خامنه ای زبان نمیدونست. خدمت شما عرض کنم که آقای موسوی به عنوان نخست وزیر زبان نمیدونست. قبل از او رجایی اصلا زبان نمیدونست.
بنیستاد فرانسه میدونست. بنابراین اکثر رجال جمهوری اسلامی به جز زبان فارسی زبان دیگری نمیشناسن یا عربی. حالا آقای ظریف توی اینا به اصطلاح از نظر صحبت کردن انگلیسی رو خیلی سلیس و صحیح صحبت میکنه و مشهور بود که آدم میانه روی هست و به سیاست های غربی آشنایی داره و اگر به وزارت خارجه منصوب بشه، خیلی از رجال خارجی هم تایید کرده بودن که او در سازمان ملل متحد نظراتش این بود که هرچی بیشتر از راه تفاهم وارد بشون، خشونت به اصطلاح نمایندگان جمهوری اسلامی که خیال میکردن هرچی آدم کثیف‌تر باشه و عربده کشی بکنه و پرخاشگری بکنه نمونه انقلابی گریشه، این کمتر داشت. من یادمه در آلمانم یه میز گرد یک بار در شهر بون بود، این آقای ظریف اون موقع خیلی جوان بود، حدود مثلا 18 سال پیش آمده بود در اون برنامه شرکت کرد و چند تا خانوم آلمانی هم در اون برنامه بودن، ایشون حرف میزد با همه، شوخی میکرد، البته به انگلیسی صحبت میکرد. اما ایشون هم یه مصاحبه کرده با خبرگزاری تسنیم و گفته من از نظر کارهای وزارت امور خارجه تابع مقام رهبری هستم و فرمایشات ایشون برای من فصل خطابه. درست این صحبت را هم علی جنتی کرده، پسر اون مردک که 2300 سالشه، احمد جنتی، رئیس شورای چرتی های نگهبان، او هم گفته که من خط قرمزم مقام معظم رهبری و هرچی ایشون فرمایش بکنن در مورد وزارت ارشاد من نل به نل انجام میدم. بنابراین تا حالا دو تا وزارتخانه مهم که تبعیت خودشون رو از ایشون اعلام کرد، بقیه هم در کمیسیون ها سعی کردن همطور که گفتم وادار کنن به توپ و لعنت کردن به کسانی که در فتنه 88 شرکت داشتن و تبعیت خودشون رو از آقای معظم اعلام بکنن. همونطور که این مجلس فرمایشی اونایی که توش نشستن که من به درستی بعضی وقتا میگم که طویله، اونام که همه میگن مقام معظم رهبری هر چی اراده کنن ما انجام میدیم. همین سردار علی لاریجانی رئیس همین مجلس به اصطلاح گفت یک بار، گفت اگر ما در قوانینی که به تصویب میرسیم، لوایحی که به تصویب میرسونیم، حتی تصویب شده باشه، اگر مقام معظم رهبری نظری بدن و نظر مخالف داشته باشن، ما اون به اصطلاح لایحه رو، اون لایحه که قانون شده حتی، اون رو کن لم یکن میکنیم و از دستور خارج میکنیم. بنابراین ملاحظه میفرمایید که عمیانان گرامی، مملکت در اختیار یک روزخان قرار گرفته، یعنی اون بهار آزادی که آقایون قولشو داده بودن به مردم ایران، من نمیدونم تبدیل به چی شده. آزادی که هیچی، بهار که هیچی، یک تاریک خانه به تمام معنی به وجود آوردن که یه آدمی در رأس اونجا نشسته، همه چی سیاه، همه چی، قلبا سیاه، افکار سیاه و جز سیاهی هیچ رنگی اونجا نمیبینید. و وقتی هم که مردم سعی میکنن به یه وسیله یه شادی برای خودشون درست کنن، اینا سعی میکنن از حلقومش رو بکشن بیرون.
آب بازی میکنن یقشونو میگیرن، فوتبال میرن تماشا کنن، شروع میکنن به مردم توهین کردن. یه فیلمی دیدم مسابقه فوتبال بود، یارو میگه آقا من بلیط خریدم کتکم میزنن. تو یوتیوب میتونه ببینید این چه مملکتیه. فریاد میزد میگه آقا من بلیط خریدم، هم کتک میزنن هم پوش میدن، پوشای ناموسی. شما وقتی که مملکت رو دست یه عده سردارانی میسپرین که دزدن، چپاولگرن، زورگوان، تمام تبلیغات مملکت، تمام ثروت‌های مردم، تمام کارهای عمده مملکت دستشونه، خب معلومه این بقای پیش میاد. حالا بگذاریم، وزرا رفتن مجلس، فیلمی هست که نشون میده لحظاتی دیدنی و شنیدنی در مجلس شورای اسلامی. به این فیلم توجه کنید. بینه ای دارد اصیل و ایدئال، دشمن افراط و تفریط و رفیق اعتدال. باید این کابینه را فرصت فراهم ساختن. وارتان اینو این مشکل حل کنه، دوباره دنباله فیلم رو ببینیم، برای اینکه این مشکل متأسفانه داریم دیگه، دستگاه‌های نوعی نیست و همیشه این اشکالات هست. برای اینکه ما این مشکلات برامون پیش نیاد باید کمک کنید دستگاه‌های نوتری رو همین گیرم. مکشوف باشه برای چه چیزی اومدن. صحبت از کابینه ای دارد اصیل و ایدئال، دشمن افراط و تفریط و رفیق اعتدال. باید این کابینه را فرصت فراهم ساختن. می توان گرد کدورت را به دست باد داد، در ره شیرین کمک باید بر این فرهاد داد. حالا با کلام آقای جعفرزاده بحثای قدی شیرین تر شد. گفتم من سیدم و لرتبار، حرفم می زنم. هر وزیری که رأی آورد و هر دولتی که به منطقه محروم من نگاه ویژه نداشته باشد، با چماق لوری باش با حرف خواهم کرد. همه میدانیم که قوم لور به شایستگی، شجاعت، ایثار و از خودگذشتگی اشتهار دارد و در منطق لور عنوانی و موضوعی به نام چماق وجود ندارد. خود این وزرا که انشاءالله اکثرا رأی خواهند آورد، به این چاپلوس ها اهمیتی نخواهند داد. کسی که تا دیروز من شاهد بودم دست احمدی نژاد را میبوسید، حالا اینجا چه حرفهایی میزنه. دو سه نفر موافق صحبت کردن، اگر منظورشون چاپلوس بنده بودم در مجلس هشتم همه منو میشناسن، اما واقعا ایشون خودش هم میدونه چقدر دستمال کش دولت بوده در دولت دهم. کلمه چاپلوس هم خوب نبود، حالا شما هم دیگه یه چیزی روش ندارید. این بحث ها هیچ کدومش خوب نبود تو مجلس زده بشه. نمایندگان محترم در صندلی های خودتون مستقر باشید، نظم و رعایت بفرمایید. آقای تاجگردون استماع بشید. آقای تاجگردون بفرمایید، خیلی بحث و این وسط ها در مخونه. دوستان این جلو هستن بفرمایید، به شما عرض میکنم. آقای هاشمی شما بفرمایید، در صندلیتون بنشینید. بفرمایید آقای تاجگردون، شما صندلی ایشون اشغال فرمودید، به بلند که ایشون بشینن. البته نمایندگان مجلس طبعشون اینه، همطوری که دارن با دیگران صحبت میکنن گوششون هم کاملا به تریبونه، یعنی میشنون من چی میگم. برای من خودم مجلسی هم عادت دارم، میدونم چجوری برای
بله همینان گرام ملاحظه کردید که اینجا در حقیقت یک کودکستانه که آدم های گنده ولی با مغز کودک توش زندگی میکنن. میبینید اصلا گوش نمی کنن. بعضی هاشون عکساشون میبینم خابیدن، یعنی پایین صندلی نمایندگی دراز کشیدن خواب رو زمین خابیدن. یه دم رفت شدن پشت میز، به اصطلاح پشت جایگاه هیئت رئیسه خابیدن چند نفرشون. عکساش از یه شب میخوام بیارم بهتون نشون بدم تا ببینید که اینا میان پول ملت رو میگیرن، بعدم که اصلا نظر مردم براشون مهم نیست، نظر اون آقای معظم اون رئیس روزخانها همونطور که گفتم اون براشون مهمه، اینا نوکر اونه چون مردم نقشی ندارن در انتخابشون. بنابراین پول مفتی میگیرن و خونه میگیرن و ماشین میگیرن و مادام عمرم یه حقوقی دریافت میکنن به عنوان بازنشستگی و هیچی، بعد دورانشون تموم میشه. برای همین هم میلیون میلیون خرج میکنن برای اینکه خودشون رو بارش خودشون رو ببندن در عرض 4 سال، دیگه احتیاجی ندارن. مملکت اینطوری شده دیگه عمیانانی گرامی. حالا بگذاریم. بعدم جالب اینجاست یه جنایتکاری مثل آقای پور محمدی رو، مصطفی پور محمدی رو آوردن گذاشتن در رأس وزارت دادگستری، وزارتخانه‌ای که باید داد مظلوم رو بگیره. این آدم با اون پرونده جنایتکارانش در قتل‌های زنجیره‌ای دست داشته، در تمام قتل‌های بعد از بختک جمهوری اسلامی تا همین الان که من با شما صحبت می‌کنم این جیانی دست داشته، به خصوص با فرمانی که خمینی صادر کرد جان متجاوز از 5 تا 10 هزار نفر رو که رسمیه، غیر رسمی تا 30 هزار نفر میره بالا، این مردک گرفته. حالا این آوردن در رأس دادگستری قرار داده، همینطوری که سعید مرتضوی جانی رو به عنوان قاضی قرار داده بود. یعنی کارا برعکسه در این مملکت ما. دزداری میذارن تو وزارت دارایی، میذارن تو شرکت نفت، جانی ها رو میذارن در دادگستری، قاضی مثل سلواتی، مثل حداد، نمیدونم اینا، مغیسه، اینا جون مردم رو میدن دستشون. خلقالی، ریشهری، همین جانی ها، موسوی اردبیلی که حالا آزادی خواه شده، رئیس مجلس سردار، رئیس صدا و سیما سردار، اینه دیگه. فیلم دیگری هست که اولین روز رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی آقای روحانی، وزرا رفتن در کمیسیون‌های به اصطلاح تخصصی، بعد پرونده اینا اومده در مجلس شورای اسلامی، امروز راجع به وزرا اینا اظهار نظر کردن. خواهش میکنم از بارتان این فیلم هم براتون پخش کنیم. به برقراری ثبات و آرامش در اقتصاد کشور کمک کنند. یک هفته بعد از مراسم تحلیف، حسن روحانی دوباره در مجلس، این بار برای دفاع از کابینه پیشنهادیش. 18 نام آشنا در اتوبوس قدرت حکومت ایران که حالا متوسط سنشان از نیم قرن بیشتر شده. آقای روحانی میگوید قصدش عبور از بحران به اتکای مدیرانی است که مدیریت را در جمهوری اسلامی آموختند. میگوید کابینه 7th رئیس جمهوری ایران جایی برای آزمون و خطا نیست. او در آغاز بار دیگر اتهام سهمدهی به گروه‌ها و چهره‌های سیاسی را رد کرد. هیچ حزب و گروه و جناحی در تصمیم گیری نسبت به وزرا به من فشار نیاورده. یک مقدار تحلیل با این حال در ادامه جلسه مخالفان دولت که بیشتر نزدیک به اصولگرایان تندرو بودند حمله‌هایشان را ادامه دارند. آقای آخوندی، حجت الاسلام ناطق نوری سهم ایشون هستش، حجت الاسلام پور محمدی سهم آیت الله آملی هستش و آقای مهندس حجتی سهم حجت الاسلام عبدالله نوری هستش. در جلسه امروز تنها نوبت بررسی صلاحیت محمد علی نجفی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش رسید که آن هم بعد از صحبت‌های موافقان و مخالفان ناتمام ماند و به جلسه فردا موکول شد.
نام آقای نجفی چهره نزدیک به اصلاح طلبان اما به 4 سال دلخوری و حتی کینه در فضای سیاسی ایران پیوند خورده است. جریان حاکم بسیاری از اصلاح طلبان را به خاطر اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 فتنه گر می خوانند. آنچه در سال 88 اتفاق افتاد را فتنه می دانید؟ اصلا اعتقادی به تقلب دارید در انتخابات سال 88 یا نه؟ و آنهایی که فتنه را به وجود آوردند را محکوم می کنید؟ و چرا شما در شورای شهر تهران مخالف نامگذاری میدانی به نام نهدی بودید در حالی که نهدی چشم فتنه را کور کرد؟ الان هر کسی با منافع خود در تعارض میبیند، فردی را در منافع خود در تعارض میبیند، بحث فتنه سال 88 را بهانه قرار میدهد. موافقان دولت اما خواستار پایان این اتهام ها بودند. بله، کاسب فتنه هستید، بدتر از آن دلال فتنه هستید. استاد حوزه و دانشگاه مشغول فعالیت تدریسی هم هستند. حضور اعضای سابق سپاه، چهره‌های امنیتی و حتی چهره‌ای مثل مصطفی پور محمدی که نامش با اعدام‌های دست جمعی دهه 60 گره خورده است، سایه امنیتی بر کابینه آقای روحانی انداخته است. اما رئیس جمهوری ایران گوید امنیت مایه افتخار اوست. اگر امنیتی به معنی فهم امنیت و به معنی دفاع از امنیت ملی است، همه به این امنیتی بودن افتخار میکنیم. ما شما خودتون هم یه نوت میکنید حتما این مونیتور. حسن روحانی میگوید وقت کم دارد و برای همین در اولین فرصت کابینه‌اش را پیشنهاد داد. او که دائما لقب تدبیر و امید دولتش را به زبان میآورد میگوید در پی سامان دادن به بحران اقتصادی بی سابقه ایران است. اولین آزمون سخت دولت تدبیر و امید در بودجه سال 1393 خواهد بود. آقای روحانی وزیرانش را برای نوشتن بودجه سال 1393 می‌خواهد و برای نوشتن شاید دشوارترین سند دخل و خرج تاریخ ایران کمتر از 4 ماه فرصت دارد. ما تسلیم زمانیم. علی قدیمی، BBC. خب ملاحظه کردین که برنامه آقای حسن روحانی همینان گرامی این بود که کسی بی دلیل در دوره ایشون مورد اهانت قرار نگیره. هیچ کس بدون دلیل از این که اظهار نظر میکنه و در مورد مسائل مملکتی به اظهار نظر میپردازه مورد مؤاخذه قرار نگیره. به دانشجویان و روزنامه ها اجازه اظهار نظر بدن، ایشون بارها گفت. در مورد زندگی مردم هم گفت، همینطوری که این سانتریفوژ ها میچرخه اول باید زندگی مردم بچرخه، ایشون هم اینو هم گفت. خب وقتی که کسی این صحبت ها رو میکنه و براش مسئله شرافت انسانی، حیثیت اشخاص و خانواده ها مهمه، خب در برابر صدها خانواده، هزاران خانواده که یه آدم جنایتکار در کابینه ایشون هست و باید پاسخگوی اونها باشه و تا به حال هم هیچ کدوم اینا، نه اصلاحاتی ها و نه این سنتگراها و اصولگراها و نه یک دونه از این نمایندگان، چه این ور چه اون ورشون، حتی اینا که اومدن خارج از کشور، راجع به اون جنایت ها حرف نزدن. حالا اومده کسی رو گذاشته در رأس وزارت دادگستری به اسم آقای پور محمدی. ببینید چی نوشتن. سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، وزیر پیشنهادی برای وزارت دادگستری را که در نقض حقوق بشر دست داشته، اینا خواهش کردن از آقای روحانی، شما که به این حرفا قبلا اعتقاد داشتی و اومدی برنامه‌ات هم تعیین کردی، این مرده که بذار کنار. اینا نوشتن سازمان دیدبان حقوق بشر، گزارشگران بین‌المللی و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای امروز از حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستند که مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی وزارت دادگستری در کابینه‌اش را کنار بگذارد و آقای روحانی در تاریخ 12 مرداد ماه جاری نام وزرای پیشین خود شد به کابینه رو پیشین ببخشید نگفتن کابینه خودشو اشتباه گفتن به مجلس داد.
پور محمدی طی سالهای 1384 تا 87 در کابینه اول محمود احمدی نژاد مسئولیت وزارت کشور را عهده داشت. طی سالهای 1366 تا 1377 او معاون وزارت اطلاعات بود. پیش از این سازمانهای مدافع حقوق بشر به نقش او در نقض فاحش حقوق بشر که میتواند به معاون که به عنوان جنایت علیه بشریت قلمداد شود، از این میان اعدام هزاران ناراضی سیاسی در سال 1367 و قتل برخی از روشنفکران و روزنامه نگاران منتقد و برجسته ایرانی در 1377 اشاره داشتند. او به عنوان وزیر دادگستری میتواند در تحقیقات مربوط به نقض حقوق بشر در ایران اعمال نفوذ کند و یا تأثیر منفی بگذارد. حتی این موضوع هم اینا نوشتن که در زمانی که او معاون امور خارجی وزارت اطلاعات بود، قتلای خارج از کشور هم انجام گرفت. یه همچین موجود جنایتکاری رو آقای روحانی آورده کرده وزیر دادگستری. اما این جالبه، مردم در ایام عید فطر و تعطیلات آخر هفته رفتن به مسافرت، بعد که برگشتن دیدن شهردار یکی از این نواحی منطقه دو تهران، بله منطقه دو تهران، 100 درخت قدیمی رو که در اوین درکه بوده به عنوان اینکه بخوایم پیاده روها رو درست به اصطلاح درست بکنیم و نمیدونم کاشیکاری بکنیم، اینا 100 درخت قدیمی رو از بیخ زدن. براتون خبر میخونم. ایرنا گزارش داده که شهرداری منطقه دو تهران با بهره گیری از تعطیلات عید فطر بیش از 100 درخت در منطقه در اوین درکه تهران را به بهانه ساخت پیاده رو قطع کرده است. این خبرگزاری گزارش داده که این اقدام شهرداری منطقه دو از سوی شرکت پیمانکاری این شهرداری در دو روز گذشته انجام شده است. بر اساس این گزارش درختان قطع شده از نوع سرو، تبریزی، صنوبر و همچنین کاج‌های 40 ساله بودند. به گفته یکی از ساکنان این محله، پیمانکار شهرداری از دو روز پیش کار قطع درختان این خیابان را آغاز و امروز همزمان با آخرین روز از تعطیلی عید فطر کار خود را در نابودی تمامی درختان این خیابان تمام کرده. ملاحظه فرمودید؟ در استانبول آمدن یک قسمتی از یه پارکی رو درختانش رو قطع بکنن، یک قسمتش رو، نه همه پارک رو، و در اونجا محل به اصطلاح فروشگاه های عمومی بذارن. دیدید چه اتفاقی افتاد؟ مردم قیام کردن، با پلیس زد خور پرداختن، چندین روز اعتصاب نمیدونم نشسته کردن، چادر زدن. 100 قطعه درخت 40 ساله رو همه رو زدن، مردم راحت نشستن. مثل که ما عادت کردیم به این چیزا و اینا هم امتحان میکنن. هر باری که این کارا رو میکنن میبینن مردم عکس العمل نشون نمیدن، بدتر میکنن. شهرداری در همه جهان سعی میکنه آبادانی ایجاد کنه، درختکاری بکنه، هوا رو تلطیف بکنه، به خصوص هوای تهران که درست شما مثل که حموم سونا رفتید، اینقدر تیر است. هشتصد خلبان 20 ساله تا 30 ساله در ایران بیکار شده، برای اینکه شرکت های هواپیمایی ورشکسته شدن و اکثر اینا بیکار شده. در مملکتی که متجاوز از 8 تا 10 هزار پزشک بیکارن، 8 تا 10 هزار پزشک. عده زیادی لیسانسه، عده زیادی نمیدونم که در رشته‌های مختلف دکترا گرفتن، بیکارن در ایران. بعد در یه همچین شرایطی وکلایی که در مجلس هستن همه اینا امتحان خودشون در سرکوب مردم دادن، از جمله دگربان، سایت دگربان نوشته علیرضا زاکانی نامزد رد صلاحیت شده انتخابات سال 1392
برای ریاست جمهوری اسمسی کرده و یکی از فرماندهان سرکوب سال 1378 در مخالفت با وزارت محمد علی نجفی ادعاهای نظام درباره حوادث سال 1388 را تکرار کرد. وکیل مجلسه، یادتونه من گفتم یک بار گفتم 75% وکلای این مجلس زندانبان، بازجو و بازنشسته های وزارت اطلاعات و ناجا، نیروی انتظامی و از این جا هستن که در سرکوب مردم دست داشتن، لباس شخصی پوشتن، حالا اومدن توی طویله مجلس یا میشن استاندار، بعدن فرماندار که از خاطرهای مردم برن که یادشون نیاد. حالا معلوم شده این آقای علیزاده زاکانی یکی از کسانی بوده که در کشتار مردم در سال 88 سرکوب مردم شرکت عمده داشته، خودش و همکارانش، حالا وکیل مجلس. آقای عطاالله حکیمی، اینا رو میگم که شما با نظرات نمایندگان محترم مجلس بیشتر آشنا بشید. عطاالله حکیمی دبیر کل حزب وفاق ملی خطاب به حسن روحانی گفت که پیروزی شما در مرحله نخست در این انتخابات شما مدیون مقام معظم رهبری هستید. اگه ایشون نمیخواستن شما رئیس جمهور نبود. راست میگه. اون آقای معظم بعد از خلخلبازی های اون دلغک احمدی نژاد احتیاج داشت به یکی که یه خورده فضا رو آروم کنه، کما اینکه بعد از جریان شیرینکاری هایی که رفسنجانی کرد و جریان میکنوس رو به وجود آورد احتیاج بود تمام سفرهای کشورهای اتحادیه اروپا از ایران فرا خوانده شدن، احتیاج بود که یه نفری می آوردن لبخندی می زد، یه خورده قیافه آدمتری داشت، یه خورده فضا رو بازتر می کرد، اون انتخابات رو اجازه دادن آزادتر برگزار بشه، نه که بگم آقا خاتمی رو در آوردن، نه حداقل مردم رفتن به اون رأی دادن، گفتن آدمتره. اونم منتخب شورای نگهبان بود. اگر اینا رو مردم رو آزاد بذارن به هیچ کدوم اینا، نه اصلاحچیاش، نه خاتمی، نه روحانی، به هیچ کدوم رأی نمیدن، به نماینده های واقعیشون رأی میدن، اونام پیدا میشن. مردم هوشیارن، ولی یه دونه فیلتر گذاشتن اون چرتی های شورای نگهبان، نمیذارن که هیچ کس از ناخودی ها به جز اینا، این ریشو ها و این کسانی که اهل چپاول و کشتار و آدم کشی اینا هستن، کسی دیگه بیاد توی خودشون. دیدید که این دفعه 8 نفر گذاشتن، گفتن یکی اینا رو انتخاب کنیم. تازه اون دفعه که با دبه در بردن، 4 نفر گذاشتن با دبه در بردن. بنابراین در مملکتی که 600 خلبان بیکارن، هزاران پزشک بیکارن، هزاران نمیدونم لیسانسیه و دکترا در علوم مختلف بیکارن، یه جوانی و قاطر رفته تو مجلس نشستن و از این حرفا میزنن دیگه. به رئیس جمهور میگه که برو خدا رو شکر کن که آقای معظم تو رو مورد تفقد قرار دادن، وگرنه تو کجا میتونستی بیای بیرون اونجا. یه فیلم دیگه براتون پخش میکنم. ارزش روپیه هند بسیار سقوط کرده. سقوط هر کدوم از این پولا، مال چین، یوان چین و روپیه هند، یعنی از بین رفتن ارزش پولهایی که ایران داره. حدود 1 میلیارد دلار ایران مرتبا نفس هند میفروشه، ماهیانه 1 میلیارد دلار باید از هند بگیره. هند هم میگه که ما نمیتونیم به شما دلار بدیم، برای اینکه طبق قوانین بین المللی شما تحریم هستی. حقوق بازی ها رو ببینید، شما باید از ما از روپیه بگیریم. حالا روپیه‌ای که دادن به جمهوری اسلامی، این روپیه ارزشش 20%، 25% نمیدونم، حالا توضیح داده میشه، افتاده. به این گزارش گوش کنید. کاهش ارزش روپیه
در هند. ملاحظه فرمایید که چه اتفاقی افتاد. اسکناس ها در حال سقوط است. تقریبا 6 ماه است هند با مشکلی روبرو است که پارسال بانک مرکزی ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کرد، یعنی کاهش ارزش پول ملی. اما در هند هم ابعاد بحران و هم دلایل آن با ایران متفاوت است. امروز هر دلار آمریکا در بازار هند 61 روپیه و 30 پیسه معامله شد. این رقم فقط 50 پیسه کمتر از رکورد تاریخی کاهش ارزش روپیه است که هفته پیش اتفاق افتاد. به این ترتیب روپیه طی 2 ماه اخیر تقریبا 12% ارزش خود را از دست داده. علت اصلی کاهش ارزش روپیه کسری تراز حساب جاری هند است، یعنی اختلاف میزان ارز خارجی که وارد بازار هند می شود نسبت به رقمی که خارج می شود. وزیر دارایی هند امروز از اقدامهای تازهی حرف زد که قرار است سرمایه گذاری خارجی را تشویق کند، ولی این اولین باری نیست که پی چیدامبارام در مجلس این کشور وعده مهار بحران را می دهد. هند 1 ماه پیش هم نرخ بهره را بالا برد تا نقدینگی را کم کند و همزمان شرایط سرمایه گذاری خارجی را آسان کرد. در 3 ماه اخیر و با کاهش ارزش روپیه، سرمایه گذاران خارجی تقریباً 12 میلیارد دلار پول خود را از هند خارج کردند. اما همزمان ایران و هند به تازگی توافق کردند دهلی نو تمام پول نفت ایران را به روپیه پرداخت کند. این رقم معادل 1 میلیارد دلار در ماه است. بخشی از این پول صرف خرید کالاهای هندی می شود، ولی بخشی دیگر بلا تکلیف در هند مانده. محمد حسین عادلی رئیس کل پیشین بانک مرکزی هفته پیش به خبرگزاری ایسنا گفت وقتی ارزش ذخایر ایران که به ارزهای محلی در هند، چین و ژاپن نگه داشته می شود کم شود، یعنی ارزش دارایی های ایران کم شده. تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا فروش نفت ایران به ارزهای معتبر جهانی مثل دلار و یورو را تقریبا غیر ممکن کرده. حالا هند هم مثل ایران به دنبال کاهش واردات است تا نیاز به ارزهای خارجی را کم کند. رشد اقتصادی هند پارسال فقط 5% بود. حالا با کاهش شدید ارزش پول این کشور، نگرانی درباره آینده یکی از بزرگترین اقتصادهای نوظهور جهان جدی شده. امیر پایور، BBC. بله، ملاحظه فرمودید که اینجام که روپیه ارزش از دست میده باز به ضرر مردم ایران. پول چین ارزش از دست میده باز به ضرر ایران. برای اینکه اینا فقط جنسای خودشونو میدن به ایران، بعدم یا پولی که میمونه پیششون هی روز به روز ارزشش کمتر میشه. اما شما همه میدونید که این چند روز قبل آقای معظم رئیس روزخانها در سخنرانی خودش گفتش که خیلی از این کسانی که رهبر فتنه بودن در خفا میان میگن که در اون جریان فتنه در انتخابات تقلبی نشده، ولی اینو حاضر نیستن در ملأ عام بگن. حالا کاری نداریم که بعضی از اونها این حرفا رو میزنن، البته که دیگه نمونهشو الان براتون پخش میکنم. اما واقعا آدم باید ابله باشه که 3 سال بره در حصر خانگی قرار بگیره، مثل موسوی، آقای موسوی و میرحسین موسوی، همسرش زهرا رهنورد و آقای کروبی، اینا برن در حصر خانگی قرار بگیرن، بعد پیغام بدن برای آقا که ما پشیمونیم در اون انتخابات تقلب نشده، ولی در ظاهر نگه. آدم باید ابله باشه واقعا این حرفایی که این آقا میزنه باور کنه. بعدم که به اونا اجازه نمیدن که بیان حرف بزنن، تکذیب کنن، بگن آقا ما این حرفو نزدیم. میگه دیگه، برای اینکه آبرو اونا رو ببره، برای اینکه بگه اینا حتی اونا هم مثل ما دروغگوان، این حرفا رو میزنن. اما بعضی از اینا هستن، از جمله آقای خاتمی گفت ما در انتخابات شرکت نمیکنم، رفت دماوند رأی داد. حالا این کسانی که از اصلاحچی‌ها در زندان هستن نامه نوشتن به آقای اوباما که آقای اوباما شما این تحریم ها رو بردارید. من در برنامه رادیویی در پرشین رادیو گفتم خب شما تحریم ها رو بردارید، میگیم به ضرر مردم ایران، جنگ هم که همه تو مخالفی، همه ما، نه فقط یه عده، همه مردم ایران با جنگ مخالف،
چون جنگ جد بدبختی برای ما هیچ چی نمیاره. بریم ببینید جنگی که در عراق اتفاق افتاده چه بچه های بعد از جنگ متولد میشن، همه معیوب، هزاران، به خصوص در مناطقی که بمب به کار رفته و جنگ بوده و از این حرفا. خب جریانات جنگ مشخصه. خب جنگ همه مخالفن، همه. یک ایرانی وطن پرست شما پیدا نمیکنید که با جنگ موافق باشه، مگه نمیدونم دیگه، یا آدمی باشه که اصلا برایش کشتار آدم ها فرق نمیکنه. با تحریم هم که شما میگی مخالفی، میگی نفتم باید به فروش بره، خود مردم هم که میگید به قدر اینا بیرحمن و نمیدونم آدم ها رو کشتار میکنن که اینطوری نمیرن. پس میتونیم بفرمایید چجوری باید بکنن غربی ها با اینا چه رفتاری بکنن؟ آقای حجاریان که یک زمانی ایدئولوک اینا بود، سوسولوف به اصطلاح، همونطور که سوسولوف در اتحاد شوروی اندیشمند بود و نظریه پرداز بود، آقای حجاریان، سعید حجاریان هم همینطور بود، با وجود که در به وجود آوردن وزارت اطلاعات دست داشت، در ساخت نمیدونم به وجود آوردن سپاه پاسداران مثل آقای گنجی و مثل آقای سازگارات سهم داره، اینا خودشون میگن، ایشون هم سهم داشت. بعد متحول شد، آزادی خواه شد و گفت این تشکیلات اینطوری نبود که الان هست، نباید میبود. با وجود این آمدن بهش چیز زدن، میخواستن بکشنش، معلول شد، حالا رو چرخ میشه، نمیتونه حرف بزنه، درست نمیتونه حرف بزنه. ولی با وجود این به عنوان اعتراض، چون در جریان سال 88 اعتراض کرد، گرفتنش، بردنش زندان. هیچ جای دنیا شما هم چیزی نمیبینید، ولی بردنش زندان و وادارش کردن در دادگاه اظهار پشیمانی کنه. حکومت عدل علیه دیگه. ولی همین آدم حالا دوباره نمیدونم وادارش کردن، فشار بهش وارد آوردن، اومده گفته در انتخابات سال 88 تقلب نشده، تدلیس شده. گوش کنید به صحبت‌های ایشون ببینیم چه فرقیه بین تدلیس و تقلب. من که نفهمیدم ایشون منظور چیه، شما شاید متوجه بشید. نظریه پرداز و طرفدار سرسخت اصلاحات، ترور قدرت تحرک و تکلمش را تا حد زیادی گرفت، اما قدرت تفکرش دست نخورده باقی ماند. سعید حجاریان حالا بعد از انتخاب حسن روحانی به میدان آمده و نظریه هایش را با خبرنگاران سایت تسنیم در میان گذاشته. در کنار تحلیل از آرایش سیاسی جدید در ایران، راجع به انتخابات مناقشه برانگیز 4 سال پیش نظراتی که خودش میگوید قبلا هم گفته. بحث ما این نیست که تخلف یا تقلب شده. به نظر من واقعی اتفاق افتاده که اسم آن تدلیس سیستماتیک است. آقای حجاریان خود کلمه تدلیس را برای خبرنگارها معنی کرده و میگوید در توضیح تدلیس باید بگویم که مثلا اگر شما 3 سال در شهرداری به مردم پول بدهید، بعد هم 4 سال در دولت به مردم سیب زمینی و یارانه و پول یا مفت بدهید و رأی بخرید، تدلیس سیستماتیک است. این اظهارات آقای حجاریان در آستانه شروع کار دولت حسن روحانی که به دنبال آشتی بین جناح‌های سیاسی است، با سخنان رهبران معترضان به نتایج انتخابات 4 سال پیش تفاوت دارد. مهدی کروبی و میرحسین موسوی بارها از وقوع تقلب و تخلف گسترده در انتخابات سخن گفته بودند. اولین اظهار رأی من کجا بود؟ به دلیل تخلفات و تقلباتی که بود، ولی مردم وقتی با موانع روبرو شدن و سرکوب و کشتار و شکنجه و امثال این حرسا روبرو شدن، متوجه شدن که ما مشکلات وسیع داریم، بر اساس اون به تدریج شعارهای مطرح شد. چند روز پیش آیت الله خامنه ای در سخنرانی خود از مدعیان تقلب در انتخابات 4 سال پیش انتقاد کرده و گفته بود آنها باید حرفی را که در خلوت میزنند در جمع هم بیان کنند. جواب ندارن، خب چرا عذرخواهی نمی کنن؟ در جلسات خصوصی میگن ما اعتراف میکنیم که تقلب اتفاق نیفتاده بود. خب اگر تقلب اتفاق نیفتاده بود چرا کشور رو
دوچار این ضایعات کردید؟ چرا هزینه برای کشور درست کردید؟ آیا صحبت‌های تازه نظریه پرداز اصلاحات سیاسی در ایران در راستای آشتی و بازگشت به ساختار سیاسی است؟ و آیا این حرف‌ها به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی پایان می‌دهد؟ علی عطار، بی بی سی. خب همینان گرامی، بارها من در این برنامه صحبت کردم که تقریبا در حاشیه مرزهای ایران اکثر کسانی که زندگی میکنن سنی هستن. تعداد سنی های میهن ما یه چیزی بوده 22 تا 25 میلیون نفره. آقای مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان اومده تهران دیدن آقای روحانی، گفته شما صحبت های بسیار معقولانه کردید و در سیستان و بلوچستان عده زیادی به شما رأی دادن، 73%، و امیدوار هستن که در زمان شما یک ابتکاراتی به نفع اهل سنت که 25 میلیون هستن در ایران صورت بگیره. و گله کردن که آقا از این همه تعداد اهل سنت ای کاش شما یه وزیر حداقل از ما قرار میدادید. این خواسته زیاد بزرگی نیست، ولی در یه حکومتی مثل جمهوری اسلامی که به اینا اجازه نمیدن عبادتگاه داشته باشن، از یک کتاب پیروی میکنن، مسلمانن اونا، قرآن شما قرآن اونا هم هست، شما به 12 امام اعتقاد دارید، اونا به خلیفه اعتقاد دارن، ولی بسیاری از اصول اسلام قبول دارن. یعنی این 25 میلیون نباید یه وزیر داشته باشن یا یه معاون وزیر؟ کشور آقای امام زمانه، به این کسان اجازه این کارها رو نمیدن. سپاسگزارم که به برنامه امروز من توجه کردید. همینان گرامی، تا برنامه فردا، خدا نگهدار. زنده باد آزادی، پاینده ایران.